امروز میخواهم درباره ستارگان پرجرم و کمی درباره یکی از پژوهش‌هایی که خود در این زمینه انجام میدهم سخن بگویم. ستارگان پرجرم ستارگانی هستند که جرمشان دست کم 10 برابر جرم خورشید است. هنوز با همه پیشرفت‌هایی که کرده ایم درست نمی‌دانیم که ستارگان پرجرم چگونه دیسیده می‌شوند، به وجود می‌آیند. مقصود از جرم اندازه ماده است که ستاره را می‌سازد. بیش از 90% این ماده از گاز هیدروژن است. هرچه اندازه ماده سازنده ستاره بیشتر باشد، جرم ستاره بیشتر است. برای اینکه بتوانید به روشنی مطلب را دنبال کنید، باید به عنوان پیش درآمد به چند نکته اشاره کنم. ستاره توده است از گاز که جرمش آنچنان بسیار است که دما در ناحیه‌های مرکزی درون آن به میلیون‌ها درجه می‌رسد. در این دما و فشار سرسام‌آور واکنش‌های هسته‌ای روی می‌دهند و این واکنش‌های هسته‌ای هستند که باعث تابش ستارگان می‌شوند. این به معنای آن است که در درون ستارگان هر ثانیه میلیاردها بمب هیدروژنی منفجر می‌شوند. خورشید ما ستاره است عادی، یکی از میلیاردها ستاره کهکشان راه شیری است. خورشید نزدیکترین ستاره به زمین است. مهمترین پارامتر فیزیکی ستارگان جرم آنهاست. جرم است که بسیاری ویژگی‌های ستارگان را تعیین می‌کند. از این رو دانستن جرم ستارگان بسیار مهم است، به ویژه برای ستارگان پرجرم، زیرا این ستارگان در بسیاری زمینه‌های اخترفیزیک نقش اصلی را بازی می‌کنند. در اخترفیزیک جرم ستارگان را نسبت به جرم خورشید می‌سنجیم، یعنی جرم خورشید برای ما جرم واحد است. این جرم برابر است با 2^10^27 تن، یعنی 2 میلیارد 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 تن. در حوالی سالهای 1960 تصور می‌شد که جرم بیشینه ستارگان در حدود 60 برابر جرم خورشید است. یعنی ستاره‌ای با جرمی بیش از این نمی‌تواند وجود داشته باشد. اخترفیزیکدانان با محاسبه‌های نگریک تئوریک نشان داده بودند که اگر جرم بیش از 60 برابر جرم خورشید باشد، ستاره دستخوش ناپایداری می‌شود، پیکر ستاره به تپیدن در می‌آید و این تپش‌ها به از هم گسیختگی ستاره خواهند انجامید. این ناپایداری از اینجا سرچشمه می‌گیرد که ستاره نمی‌تواند انرژی شگرفی را که در هسته‌اش پدید می‌آید به آرامی به ناحیه‌های بیرونی آن منتقل سازد. اما بعد پی بردیم که پدیده‌های دیگری در لایه‌های بیرونی ستارگان روی می‌دهند که می‌توانند از شدت تپش‌ها بکاهند و باعث پایدار شدن و پایدار ماندن ستاره شوند. از این نتیجه گرفته شد که ستارگان باید بتوانند جرمی بیش از 60 برابر جرم خورشید داشته باشند. به هر حال در دهه 1980 برخی اخترفیزیکدانان وجود ستارگانی با جرم حتی بیش از 500 برابر جرم خورشید را ممکن می‌دانستند. من در سال 1983 تز دکترای دولتی خود را در دانشگاه پاریس و نپایشگاه پاریس به پایان رساندم. موضوع تز برخی پدیده‌های مربوط به ستارگان پرجرم در یکی از کهکشان‌های همسایه ما بود که ابر بزرگ ماژلان نام دارد و از نیمکره جنوبی کره زمین میتوان آن را دید. این تصویر کهکشان ابر بزرگ ماژلان است. به آن ابر میگویند چون ماژلان دریانورد پرتغالی که در صدی 16 به نیمکره جنوبی سفر کرد آن را ابر نامید. فاصله این کهکشان از ما 170,000 سال نوری است و قطرش 15,000 سال نوری از میلیاردها ستاره درست شده.
در سال 1985 نپاهشگاه بزرگ اروپایی که مرکزش در مونیخ آلمان است، پستی را میان اخترشناسان به کنکور گذاشت برای پژوهش در نپاهشگاه اروپایی که در کشور شیلی است. من توانستم این پست را به دست آورم و از امکانهای فراوان نپاهشگاه اروپایی بهره ببرم. در این تصویر یکی از میغها یا صحابی‌هایی را می‌بینید که پژوهش درباره آنها را در برنامه خود گنجانده بودم. N11 نام دارد، در کهکشان ابر بزرگ ماجلان. از گاز هیدروژن با دمای نزدیک به 10,000 درجه پدید آمده است. از یک سو تا سوی دیگر آن بیش از 1,000 سال نوری است. در اینجا تنها درباره آن بخش از این میغ سخن میگویم که با پیکان زرد رنگ نشان داده شده است، زیرا یکی از پرجرم ترین ستارگان در آنجا قرار دارد. این بخش از میغ N11C نامیده می شود. در این تصویر که با فیلتر ویژه‌ای گرفته شده، درون N11C را بهتر می تواندی. قطر این میغ 150 سال نوری است. قبلا تصور می رفت که ستاره شماره 1 یکی از پرجرم ترین ستارگان است، با جرمی بیش از 120 برابر جرم خورشید و با تابندگی بیش از 2,000,000 برابر تابندگی خورشید. این جرم را از روی میزان تابندگی یعنی انرژی آن محاسبه کرده بودند. هرچه ستاره تابنده تر باشد، جرم آن بیشتر است. البته این ستاره نام خاصی دارد، ولی ما در اینجا برای ساده کردن آن را ستاره شماره 1 می نامیم. من با نپاهش‌های خود بیلان انرژی سراسر میغ را محاسبه کردم و دمای ستارگان آن را با به دست آوردن بیناب یا طیف آنها تعیین کردم. با شگفتی پی بردم که ستاره شماره 2 که کم نورتر است، یعنی تابندگی کمتری نسبت به ستاره شماره 1 دارد، دارای دمای سطحی بیشتری است نسبت به ستاره شماره 1. فهمیدن این وضع دشوار بود. چگونه ستاره‌ای که انرژی کمتری دارد میتواند از ستاره‌ای که پر انرژی تر است داغ‌تر باشد؟ راه حلی که برای این معما پیشنهادم این بود که ستاره شماره 1 باید یک ستاره نباشد، بلکه گروهی ستاره باشد که تنگ هم گرد آمده اند و چون نمیتوانیم آنها را از هم واگشاییم، آنها را به صورت یک ستاره میبینیم. این نتیجه را که بخشی از پژوهش گسترده تری بود در سال 1987 منتشر کردیم. کمی پس از این نخستین آشکارگرهای CCD را که پیکسل های کوچکی داشتند در نپاهشگاه اروپایی شیلی به کار گرفتیم و این فرصت پیش آمد که در اوضاع و احوال جوی مساعد آنها را برای پژوهش بیشتر این ستاره به کار ببریم. افزون بر به کار بردن این آشکارگرها، همچنین از روشی ریاضی استفاده کردیم به نام دیکانولوشن برای بازسازی تصویرها، یعنی از میان بردن اثر آشفتگی جوی بر فوتونها. تصویر سمت چپ بزرگ نمایی ستاره شماره 1 است. تنها ستاره شماره 1 را نشان می دهد، نه چیزهای پیرامونش را. شکل آن عجیب می نماید. دلیل این است که نپاهش ها بسیار پرسون دقیقند و نشان می دهند، چنان که پیشبینی کرده بودم، ما در واقع با یک ستاره سر و کار نداریم، بلکه با تعدادی ستاره که خوشه‌وار تنگ هم گرد آمدند. تصویر سمت راست نتیجه به کار بردن آن روش ریاضی است برای بازسازی تصویر. پس می‌بینیم آنچه می‌پنداشتیم که یک ستاره است، در واقع از 6 ستاره درست شده. یعنی ما ستاره‌ای را که تصور می‌شد بیش از 120 برابر از خورشید پرجرم‌تر است، به 6 ستاره واگشودیم که اصلی‌ترین عضو آن جرمش در حدود 90 برابر جرم خورشید است. این نتیجه پیامدهای بسیار برای اخترفیزیک دارد به دلیل‌های فراوان. یکی اینکه ستارگان پرجرم کارخانه‌های فراورش عنصرهای شیمیایی سنگین در کهکشان ها هستند و از این رو ترکیب شیمیایی کهکشان ها را تعیین می کنند. این نتیجه پژوهشی بازتاب جهانی یافت. سازمان اخترشناسی اروپا آن را در اطلاعیه‌ای در تاریخ 19 ماه مه 1988 منتشر کرد و رسانه‌های بزرگ جهانی، تلویزیون‌ها، روزنامه‌های همگانی آن را پخش کردند.
از مطلب خود دور میافتیم، ولی برای تفریح بد نیست بدانید که از سوی یکی از روزنامه‌های پرتیراژ تهران با من تماس گرفتند و گفتند که می‌خواهند این خبر را پخش کنند، ولی من باید برای ایشان 26 قطعه عکس 6 در 4 خود را بفرستم و فرمی را هم پر کنم. پاسخ می‌دادم که این خبر در بسیاری رسانه‌های جهان پخش شده و هیچ یک از آنها تاکنون چنین چیزی از من نخواسته است. اگر شما فکر می‌کنید که این خبر ارزش دارد، آن را منتشر کنید، وگرنه چیزی از شما درخواست نکردم. به هر حال با اینکه اصرار زیاد بود پاسخ ندادم و این خبر آن روزها در ایران منتشر نشد. این یکی از خنده‌دارترین و در ضمن گریه آورترین چیزهایی است که با آن روبرو شدم. ساعت‌ها می‌توان درباره‌اش سخن گفت. داوری درباره چرایی چنین درخواست شگفت‌انگیزی را بر عهده شما می‌گذارم. به ستاره خود برگردیم. با پیشرفت‌هایی که در روش‌های نپاهش انجام گرفتند، در سال 1994 تکنیک تازه‌ای در دسترس اخترشناسان قرار گرفت که به آن ادپتیو آپتیکس، به فارسی نوری که نیاوشی می‌گوییم. یکی از نخستین نپاهش‌هایی که با این تکنیک انجام دادیم درباره این ستاره بود. در تصویر سمت چپ ستاره شماره 1 را در این نپاهش‌های جدید می‌بینید. در تصویر سمت راست نتیجه واگشودن آن را. این بار ستاره را به 12 عضو واگشودیم و جرم ستاره اصلی آن گروه را در حدود 60 برابر جرم خورشیدی برآورد کردیم. افسوسمندانه وقت این را نداریم که درباره پیامدهای علمی این نتیجه سخن بگوییم. موضوع واگشودن ستارگان برای تفنن نیست. ما پژوهش درباره این ستاره را ادامه دادیم و در سال 2000 با نپاهش‌های دیگر به نتیجه‌های تازه‌تری رسیدیم. این تصویر همان میغ N11C را نشان می‌دهد که در آن ستاره‌های شماره 1 و 2 مشخص شدند. کیفیت تصویر بسیار خوب است، زیرا با تلسکوپی بزرگتر و دستگاه‌های تواناتری گرفته شده است. در این تصویر سمت چپ ستاره شماره 1 است و سمت راست نتیجه واگشودن آن. این بار آن ستاره که تصور می‌شد بیش از 120 برابر خورشید جرم دارد، به 15 ستاره واگشوده می‌شود که عضو اصلی آن ستاره است به جرم 58 برابر جرم خورشید با دمای سطحی 45 هزار درجه. این نپاهش‌ها همچنین نشان می‌دهند که ستاره شماره 1 ستاره اصلی میغ N11C است. ستاره شماره 2 که در این تصویر می‌بینید ستاره است به جرم 46 برابر جرم خورشید و دمای سطحی 43 هزار درجه. این نمونه‌ای بود از پژوهش‌های من و گروه هم برای واگشودن ستارگان پرجرم. در این پروژه من بسیاری از ستارگانی را که ابر پرجرم پنداشته می‌شدند به خوشه‌ای از ستارگان کم جرم‌تر واگشودم، ولی مسئله جرم بیشینه هنوز حل نشده است. بنابر برخی دستاوردهای تازه، ستارگان می‌توانند در اوضاع و احوالی جرمی بیش از 120 برابر جرم خورشید داشته باشند، ولی هنوز چگونگی دیسش یا به وجود آمدن این گونه ستارگان را نمی‌دانیم. وقت ما به پایان رسید. اگر هم چنین ستارگانی وجود داشته باشند، باید بسیار نادر باشند و زودگذر. ستاره‌ای با جرم 60 برابر خورشید 2-3 میلیون سال عمر می‌کند. میلیون. مقایسه کنید با طول عمر ستاره‌ای چون خورشید که 10 میلیارد سال خواهد بود. ستاره‌ای با جرم بیش از 100 برابر خورشید باید سنش به 1 میلیون سال هم نرسد و منفجر شود.